سلام وقت شما هموطنان عزیز بخیر خوش آمدین به برنامه ورزش امید هفته را تا این لحظه به خوبی به پایان رسانیده باشین شده احمدی با شما در برنامه ورزش در نخست هم رخدادهای مهم ورزشی و مهمانان گرامی که در ورزش با ما همراه هستند خبر نخست نو ورزشکار از افغانستان در رقابت های المپیک شرکت میکنند ورزشکاران افغانستان قرار است با کامل در رقابت های جهانی المپیک شرکت کنند یونس پاپلزای سکرتر جنرال کمیتی ملی المپیک گفت که ورزشکاران افغان در چند ماه گذشته در حال تمرین بوده و آماده شرکت در این مسابقات بین المللی هستند. فرزاد منصوری در تکواندو، شاه محمود نبرد و کیمیا یوسفی در اتلتیک، فهیم انوری در شنا و مهدی شجایی در تیراندازی قرار در مسابقات المپیک شرکت کنند. سه پناهجوی افغان نیز به این مسابقات بین المللی راه یافتند. نگاره شاهین در جدو، معصومه علیزاده در بایسکل رانی و عبدالله صدیقی در تکواندو ورزشکار پناهجوی افغان هستند که به آنان فرصت حضور در المپیک داده شده است. بازی های جهانی المپیک قرار است 23 جولای در توکیو ژاپن برگزار شد و همچنان برگزاری رقابت دوچرخه سواری کوهستانی بانوان در بامیان. دومین دور رقابت دوچرخه سواری کوهستانی بانوان با قهرمانی نسرین سادات دوچرخه سوار از بامیان به با فرجام رسید. این رقابت ها میان 20 دوچرخه سوار از ولایت های کابل و بامیان به میزبانی بامیان برگزار شده بود و ورزشکاران فاصله 12 کیلومتر را از مسیرهای تالونیک و کوی اجده ها را پیمودند نسرین سادات از بامیان در این رقابت به مقام نخست رسید دوچرخه سواران بانو مسیرهای دروازه بند امیر تا را راهی ملاقلاب را با فاصله نزدیک به 52 کیلومتر را در بخش جاده رکابزنی کردند که یلدوز هاشمی مقام نخست را به خود اختصاص داد مسئولان فدراسیون بایسکل سواری میگویند که قرار است رقابت های دو چرخ سواری در بخش مردان تا کمتر از دو ماه دیگر به میزبانی ولایت ننگرهار، لخمان، کاپیسا، پروان و پنچیر برگزار شد. کارگاه آموزشی داوری فوتبال در کاپیسا پایان دید. 24 داور این ولایت برای 5 روز روش های تازه داوری فوتبال را به گونه حرفه‌ای زیر نظر حلیم آقا شیرزاد داور بین المللی فوتبال افغانستان آموزش دیدند. داوران برتر این صنف در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و قهرمانی زون مرکز کشور قضاوت خواهند کرد. و حالا هم از کرکت تیم پرویز دانش قهرمان رقابت های جام صلح شد رقابت های کرکت جام سال با پیروزی تیم پرویز دانش در ولایت ننگرهار پایان یافت این رقابت ها با اشتراک 32 تیم یک ماه در آن ولایت آغاز شده بود هدف از این رقابت های کرکت تقاضا برای صلح پایدار و ایجاد ثبات در افغانستان خوانده شده است و همچنان خبر اخیر در چارچوب مرحله پلی اف لیگ بسکتبال ان بی ای آمریکا دو دیدار برگزار شد ابتدا دو تیم فلادلفیا ویلا و آتالانتا به مساف هم رفتند که این بازی با نتیجه 122 برای 111 به سود فلادلفیا پایان بله های مهم ورزشی و خوشبختانه مهمان خیلی گرامی داریم که شما با نام تیریش هم آشنایی دارین استاد عبدالرزاق مامرک مدرس مربیگری فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان سلام وقت بخیر خوش آمدین و برنامه ورزش ممنون شما من سلام تقدیم میکنم به شما جمشی جان عزیز همه بینندگان عزیزی که من را از طریق تلویزیون آریانا سپاسگزار از حضورتان. شب روز کرونایی چیگونه می‌گذره؟ استاد. تشکر از شما. بر حال دعا میکنیم که هر چه زودتر پدیده شوم کرونا از تمامی جامعه انسانی ان جمع شوه و گریبان ملت ما را که امکانات کمتری در اختیارشان هست ان رها کنیم بخیر باشین از اردوی تمرینی در در دبی میخوایم بیشتر بدانیم که این اردویی که بر تیم ملی بود چقدر تاثیرگذار بود و چقدر برشان مثر واقع شده از دیدگاه شما خب نسبت به اینکه مدت زیاد را به خاطر وقوع پدیده کرونا اکثر تیم های ملی کشورهای دنیا از بازی های دوستانه و تشکیل اردوهای تمرینی و شرکت در مسابقات محروم بودند قبل از اینکه ما در مسابقات کوالیفیکیشن راوند هم جام جهانی هم جام ملت های آسیا 23 چین اشتراک کنیم نیاز بود که تیم یک بار جمع شوند یک جای مهن. برای چند روز یک اردو و کمپ تمرینی خوبی را داشته باشند مسابقات دوستانه خوبی برایشان تدارک دیده شود تا که به یک آمادگی خوبی وارد مسابقات شوند و امتیاز گرفتن از این دور هم برای ما بسیار مهم هست تا ما به دور سوم <applause> کوالیفیکیشن راوند جام ملت‌های آسیا بتانیم را پیدا کنیم این اردوی ده روزه به مو دلیل راه اندازی شد تدارک دیده شد و یک اردوی ده روزه خیلی خوب را در شرایط بسیار استاندارد و خوب شهر دبی کشور امارات ما داشتیم دو مسابقه تدارکاتی خیلی خوب داشتیم در پایان از این ده روز و تیم به یک آمادگی خوبی وارد مسابقات شد میتونیم بگویم که نیاز اساسی هست که یک تیم ملی قبل از که بخواد با مسابقات وارد شود، اردو و کمپ تمرینی چند روزه را داشته باشه و مسابقات تدارکاتی را داشته باشه بسیار خوب دو مسابقه تدارکاتی از دیدگاه شما چقدر یعنی با کلاتی با کیفیت بود و چقدر خوب بود درخشیدن تیم ملی ما بله ما یک مسابقه را مسابقه اول مقابل اندونزی را سه یک برنده شدیم سه دو بردیم مسابقه را برد در مسابقات تدارکاتی ام. مسابقات تدارکاتی دو جنبه داره برای یک مربی یک مرور تاکتیک دفاعی و حمله ای چیزی که دو چند روز در اردویگاری تمرین دو کمپ تمرینی روش کار کردن میخواین ببینن که تیم چقدر قادر به پیاده کردن ام. از او در یک مسابقه رسمی هست جدا از او برد در مسابقه میتونه زیاد روی روحیه تیم خودباوری تیم اعتماد به نفس تیم تاثیر بگذاره ام. مربی با آنالیز فنی تیم پای برک کجاها باز مشکلاتی هست با اون مشکلات رسیدگی کنه کجا تیم خوب کار میکنه با اون نقاط قوت تکیه کنه و جدای از او از لحاظ روحی روانی هم باید متوجه تیم خودش باشه با برد در مسابقات تدارکاتی و مسابقات دو قبل از وارد شدن به مسابقات رسمی میتونه تیم با یک روحیه بالا با یک خود بالا وارد مسابقات بسیار خوب <تصفح> <تصفح> مسابقه دوم هم مساوی کرد بله و مسابقه ای که افغانستان در مقابل عمان قرار گرفت خیلی سرنوشت ساز بود و خیلی هم عالی میگفتن هست دیدگاه شما چی مسابقه گذشت مسابقه نفخانستان. بله مسابقه ای که ما مقابل تیم بنگلادش داشتیم حفظ مالکیت توپ اکثر مالکیت توپ با ما بود توپ و میدان ما در دا اختیار داشتیم فرصت های گل زیادی را تانستیم ایجاد کنیم و یک بازی قابل قبولی را تونستیم بتیم متاسفانه روی معدود حملاتی که تیم بنگلادش داشت تونست که یک توپ استفاده کنه با استفاده از خلایی که در دفاعی ما حاصل شد و گل مساوی را به سمر برسانه نتیجه بازی درست است که مساوی بود اما توپ میدان جریان بازی زیادتر همونطور که در آمار ارقام یعنی شد. بازی ما عالی بود ما 73 درصد مالک توپ و میدان بودیم و 27 درصد بنگلادش صاحب توپ و میدان بود بله این نوید ای را به ما می که ده روز اردوی تمرین تاثیر خیلی خوبی داشته جدا از او ما در مسابقات بعدی حتما بهتر ظاهر میشیم ما مقابل عمان یک بازی بسیار قابل قبول را دادیم اه. یک بازی که هم در نیمه دوم بهتر از نیمه اول کار کردیم هم که موقعیت های گل خوب تر روی گل اومان خلق کردیم هم که گل بسیار حساب شده خوب و او چیزی که در تمرینات کار شده بود مطابق به ما گل به دست گل زدیم بتیم. عمان یک با ما اختلاف هفتاد رتبه ای داره در رنکینگ فیفا بسیار بالاتر از سویش از سویه ما فوتبال کشورش لیگش چندین سال هست تشکیل شده و لیگش هرفهی هست پرفیشنل هست بازیکنان لیژیونر خوبی در داخل لیگشان هست با ما یک اختلاف زیاد دارن ای که ما میاییم در یک مسابقه رسمی نتیجه را دو بر یک واگذار میکنیم جای امیدواری هست از تیم بانوان هم میشه اشاره بکنه که در چی صده بودن و زمانی که مسابقه نخستشان در برابر ازبکستان بود که یازده از سفر گل چقدر ناراحت کننده بود بر شما زمانی که بازی را دیدین کمی کسی چی بود؟ آیا تحت تاثیر رفته بودن؟ اینا یک بارگی کشور را ترک کرده به کشور رفتن که جای مکان تغییر اما بالاتر فراتر از همه گپ ها بوده که اینا زیر تاثیر بودن که نتونستند گل بزنن ما میخوایم که با یک چند جمله از تیم ملی آقایان برایم بعد بیم سر بانوان ما اگر یک نگاهی به چند مسابقه قبل داشته باشیم ما به با امی کشور عمان سه سفر باختیم در دور رفت مسابقات یعنی آخرین مسابقه باید باید با با آخرین مسابقه را که قطر داشتیم پنج سفر بازنده شدیم شش سفر دخلی. بازنده شدیم ما در مسابقه برگشت مقابل قطر بعد از یک 6-0 به او بازنده شدیم آمدیم یک سف بازی را واگذار کردیم و یک پنالتی هم در مسابقه مس کردیم یعنی ما توانایی مسابقه کردن با قهرمان آسیا را داشتیم قطر فحی. و میزبان جام جهانی 2022 را ما مقابل عمان که 3 0 بازنده شدیم و اکثر بازی در دست کشور عمان بود در مسابقه عالی میایم دو بر یک بسیار با سختی بازی را واگذار میکنیم یک بازی قابل قبول را خصوصا در نیمه دوم راه این نوید یک روند رو خیلی خوب را در تیم ملی ما به ما میته و ما در آینده هم انتظارات ما زیاد میشه از تیم ملی هم امیدوار هستیم تیم ملی ما نتایج بسیار درخشان تر بگیره میایم سر تیم بانوان ما تیم ملی بانوان ما با توجه به محدودیت ها و عرفی که وجود داره در کشور ما و شما متاسفانه خب بانوان ما گرایش و علاقه کمتری به رشته فوتبال داره و نسبت تیم های بانوان ما کلپ های بانوان نسبت به آقایان ما بسیار کمتر هست باز هم فدراسیون و فوتبال توجه خاصی به کمیته بانوان داره و همه تیم های ملی که نیاز هست تشکیل شود در مسابقات کفا آسیای مرکزی و مسابقات قهرمانی آسیا اشتراک کنه همیشه وقت تشکیل می و در مسابقات اشتراک میکنه ما در دورهای قبل با نتایج بسیار سنگین تر از باختیم با 15 گل با ده گل باختیم ما با تیم, با تیم خوب ازبکستان هم 11 گل درست است 11 گل اختلاف زیادی است مگر دقیق. ما پیشرفت خود را نسبت به آخرین مسابقاتی که در سالهای قبل مقابل از کشورها داشتیم بسنجیم که آیا ما نتایج بهتری از او دورها گرفتیم یا که نه نتایج بدتر گرفتیم یا مو روند حفظ شده ما اگر این ای ای ناونگاه داشته باشیم متوجه میشیم که ما نتایج ما بسیار بهتر است یعنی نسبت نسبت ده. ده. بسیار بله تعداد گل ما بسیار کمتر شده ما پیروزی ما مقابل تاجیکستان شب دیروز دقیق بله, بله بسیار یک نتیجه درخشانی بود ما تاجیکستان را که یک گل هم کار ساده نیست بله چندین گل هم میتونستیم به ثمر برسانیم خب. یک گل به ثمر رساندیم و بازی قابل قبولی را ارائه کردیم این مهم است بازی منسجم تیمی کارهای ترکیبی خوب پاسهای خوب همه ایجاد فرصت گلزنی انسجام در دفاع ما همه از اینا نوید ازیرم مت که ما تیم بانوان ما روند رو خوبی را در حال تای کردن است. با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و تیم ملی فوتبال بانوان هستیم ان انشالد. که شاهد باشیم مسابقات های دیگه که پیش روی هست اونا بدانند خوبتر و بهتر بدرخشند هم تیم ملی بانوان ما هم تیم ملی آقایان ما بزرگای ما نیاز به حمایت مردمی ما داره به لحاظ روحی روانی در شبکه‌های اجتماعی غیر شبکه‌های اجتماعی در هر بسطلا چه حضوری در ورزشگاه ها چه شبکات اجتماعی ابراز احساسات و حمایت مردم بسیار تأثیر گذار رو روحی بازی ما باشه جدای از این مسئولین مسئولین فدراسیون دایسه تیم ملی تمام کار کردن اردو با. گرفتن، مسابقات دوستانه گرفتن، توجهی خاص دارند. دیسه دا بانوان ما ان که امکانات ما بیشتر باشه بتونیم کار بکنیم. توجه تجار محترم شرکت های بزرگی که در افغانستان قابلیتی را دارن توانایی از این دارن که بیاین اسپانسر تیم های ملی ما شون کمک میکنه که این روند روبروش به بشه سریع خوب در بده سپاسگزار از حضورتان استاد عبدالرزاق ممرک مدرس مربیگری فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتسال باشش. افغانستان موفق باشین سر بلند باشین سپاس از شما عزیزی که بینده برنامه ورزش بودین و هستین ما را بازم همراه باشین فعلا هم وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدین برنامه ورزش با شما هستم مرا همراه باشین باز هم دو مهمان گرامی حسن و حسین با خود داریم حسین حسن زاده مربی ورزش جوجسو و همچنان حسن عطایی یکی از قهرمان های رشته جوجسو آقای عطایی وقت بخیر خوش آمدین به خداوند بخشنده و مهربان و بار سلام خدمت شما دوستان عزیز خدمت همه مردم شریف افغانستان محمد حسن عطایی هستم یک تن از قهرمانان فراسون ملی جوجسو افغانستان همچنان یک تن از قهرمانان مبارزات آزاد بسیار آقای حسن شما هم خوش اومدید. تشکر شما سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض دارم دارم خدمت شما بزرگوار و خدمت تمام بینندگان عزیز و تشکر میکنم از تلویزیون آریانا که همیشه ورزشکاران را تشویق کرده و مورد حمایت خود قرار داده و در نخست که تسلیت دارم خدمت تمام مردم شریف افغانستان در حوادث اخیر که با خوب پیوستن خصوصا مردم غرب کابل که عزیزان خود از دست دادن ان با امید یک سال اوم... یک سلح پایدار در کشور عزیز خود باشه سپاسگزار جان با امید از اینکه یک افغانستان سول ثبات داشته باشیم و قرمان های ما بیشتر رشد بکنند آقای عطایی مسابقه هایی که برگزار شده بود کشور دوست پاکستان بود میشه بگین که با چند عریف مقابل بودین و چگونه مسابقه گذشت مقام چندم از آن خود کرد مسابقه که در کشور پاکستان در شهر پشاور داشتیم در مسابقات مبارزات آزاد بود مهم. که حریف مشخص بود دیگه مبارزات آزاد هم حریف یک حریف جوره میشه هر دیگه خوشبختانه با دعای مردم شریف افغانستان خود توانیست معرف خود را نکاوت کنم و برای مردم شریف افغانستان خود یک سخار بزرگ را کسید بسیار خوب، مدال تولا... کمربند قهرمان کمربند क... بوده بله این مسابقه سر کمربند بوده بله خوب است که آقای حسن زاده مربی شما هم در کنارم است سطح برگزاری مسابقات و فعلا وضعیت ورزش جوزی سو چی گناه هست؟ من خودم شخصا مربی مبارزه آزاد هستم <تصحنت> آجشته اصلی ما کیک بوکس بوده فعلا در فدراسیون فولازم افغانستان دو دا فعالیت دارم. و در سازمان نماد ام ام ای که نماینده رسمی در افغانستان خود ما هستیم استاد شاپور من رئیس ما در ولایت مزار شریف هستند و خود ما در ولایت کابل نمایندگی داریم که تمیز سازمان نماد ام برگزار شد درست و حسن جان از رشته یا جوجسو است اشتباه نشه و این دفعه در حساب مبارزات آزاد مهم. یا ام ام ای در مسابقه خود اشتراک کرده بود که از بهترین قهرمانان کشور پاکستان و که از اسلام آمده بود

وضعیت ورزش در بسیار بالا است از هر لحاظ قهرمان های ما بسیار روش کردند خصوصا ورزشکار های ما در بخش ام بسیار روش کردند و ما تشکر میکنیم از کلان های خود از بزرگ خود در راست ورزش قرار دارن استاد بزرگ ما که واقعا زحمت میکشن تشکر از کلگی داریم سلامت آقای عطایی چندین بار از که شما قهرمانی میرین درشت... نه تنها در رشته جوجیتسو که رشته اصلی شماست فکر میکنم بله. اما این بار خواستن متفاوتر در رشته مبارزات آزاد برید کدام رشته بهتر خواهد بود در کدام رشته میتونی بر راحتی قهرمانی بدست بیاری نظر به تلاش خود هر ورزشکار است که در کدام هدف است و چه چی قسمی بتونه برای مردم شریف خود افتخار کسب نمایم ما همچنان همیشه تلاش میکنیم زحمت میکشیم از هر طریق از هر رشته که بتونیم برای مردم شریف افغانستان خود افتخار کسب بسیار خوب یعنی رشته مبارزات آزاد بار نخست بود که شرکت کرده بودی بله, بله. چی فکر میکنید میتونی این انگیزه را که من مله ما که وقتی که از افغانستان سفر کردم با امید همه مردم شریف افغانستان خود بالای مردم شریف افغانستان خود باور داشتم و با دوای مردم شریف افغانستان خود توانستم که این قهرمانی را کسب نمایم بسیار خوب آقای حسن زاده کاروان ورزشی که پاکستان رفتن از تشکیلش بانوان هم بود یا خیر بله مشمول 9 نفر بودند که 3 نفر بانوان بودند و شش نفر از طبقه آقایان بودن که دو نفر از ولایت هراد آمده بودن چهار نفر از ولایت دایکندی که یک فایتر از دایکندی مرد داشتیم و سه بانوان بوده و سه فایتر هم از کابل امرای خود ما رفته بود بانوان چی گونه مبارزه کردن؟ اونا هم تانستن هم بگیرن؟ بله بله بانوانم خانم جوادی رقی جوادی از بهترین فایترهای بانوان شناختش کمربند نگرفتن خانم صغرا محمدی بودن خوب فایت کردن خانم زهرای محمدی بودن که بهترین فایت کردن عارف خود خانم جوادی هم خانم محمدی های خود نکاوت کردن و بهترین فایت کردن خب آقای عطایی فکر کنم رو کشور روسیه هم شما مسابقه داشتین میشه در رابطه با اون مسابقه هم بگین که چگونه کاروان ورزشی بود تنا بودی و اون مسابقه کشور روسیه گونه گذشت در سال 2020 در مسابقات بین‌المللی در رشته جوسو در کشور روسیه که ما پانزده نفر بودیم یک ایحد و یک مربی و سیزده ورزشکار که حسین بخش سفری هم حضور داشتن برادرایش هم که خوشبختانه توانستیم ما برای مردم شریف افغانستان خود افتخار کسب نماییم بسیار خوب این مدال‌ها رو که می‌بینیم کلاً بیشترشون طلا هست و نقره و برنز هم نقره هم بیشتر دیده میشه برنز کمتر میشه بله. چی مدت زمان است که شما ورزش میکنین و با این سن کم ماشاءالله قدر دستاوردها ولی ما به مدت 10 سال میشه که ورزش می‌نمایم و از افسالگی به ورزش رو وردم و همیشه تلاش کردم همیشه ارزویم بود تا که بتوانم برای مردم شریف خود برای کشور عزیزم افتخار کسب نمایم بسیار خوب آقای حسن زاده یک مربی خوب چگونه میتونه شاگرد خوب تربیت بکنه تا که مثل آقای عطایی بتونه به قهرمانی برسه و مدال کسب بکنه حالا یک جا داره کنم ما تشکر از استادای عزیز از این که سر حسن جان زحمت کشیدن حسن جان مدت سه ماه میشه پیش ما میاد تمرین میکنه از این پیش پیش ای استاد صابری تمرین میکردن پیش استاد رمضان صفحانی استاد مهتای شان و همچنان ما حسن جان تشویق کردیم کوشش کنه مربی پالوانی برای خود پیدا کو یک مربی بکس برای خود پیدا کو از خاطر که هر کس در یک بخش قوی است <تصفح> یکی در بخش جوجوسه مهارت داره یکی در بخش پالوانی مهارت داره یکی در بخش هر کس بخش خود داره و ما از ترینرهای خود خواهشمندیم تا سرورزشکارهای خود زحمت بکشه حال متاسفانه در افغانستان رقابت ناسالم زیاد شده کوشش میکنه والا ای شاگرد ماست باید دیگه جای نره بود باید کوشش کنیم بشار سر زامد بکشیم پیش برن دقیقا روز از حضورتان در برنامه ورزش انشالله که باز هم پیروزی هایی داشته باشین و شما هم کمک هایی که با آقایت هایی داشتین داشته باشین انشالله انشالله با سلامت باشیم سپاسگزار از شما ایزایی که بینی برنامه ورزش بدین مهمانان گرامی ما محمد حسن عطایی قهرمان 66 شش... کیلوی جوریسو که خوشبختانه در رشته مبارزات آزاد هم توانست اونست قهرمانی را افغانستان خود و جامعه ورزشی افغانستان کسب بکنه و مربی خیلی خوبشان حسین حسن زاده که در برنامه ورزش با ما بودن وقفه داریم دوباره بر می گردیم باز مره هم مرهم را باشیم سپاسگزار از حضورتان در برنامه ورزش باز هم با شما هستم یکی از قهرمانان ورزش و جوانی که همیشه تلاش میکرده و از مسیر ورزش بیشتر با دستاورت ها بوده مایوان تیموری هست سلام وقت بخیر خوش آمدید سلام تقدیم میکنم بر شما بر بیندار عزیز خدا کنه که روز شب کرنایی را بسیار با خوبی خوشی کنار فامیل دوستان سپاری کنید ما مایوان تیموری هست یکان مسابقه چی میگن غذایی میتیم بله دقیقا من بفق هستم یا خودت ولی ما از تو کم نیستم تو از ما کم ما خوب است. خب ورزشکارایی که زیاد زحمت میکشند خوراکشون متفاوت است نه و من هم خوشحال هستم که دگان وقتها در دگان مسابقات غذایی ما خود سر میخوریم خب بیاین شرایط کرونایی هست شرایط تمرینی تون چگونه هست آیا تمریناتتان خوب پیش میره یا خیر طور معمول امور رقم عادی پیش میرن اما بعضی حالات ها میایه که احساس میکنیم که در بین ما کمو در بهترین یا دوازده بهترینی که ما تمرین میکنیم در بین که یک جای هستیم احساس میکنیم که دوست ما شاید کرونا داشته باشه دوست ما شاید کرونا داشته باشه اما ترس لست سپری میشه اما اما فیزیکی بدن که هر ورش کاره که داره اون امو که مقامت بدنش پایین بره یا او را خودانخواسته کرونا بگیره در نظر ما کمپای ورزشی چیگونه هست؟ مصروف تمرینات کمپا هستن، ها هستن یا در خانه فقط به اندازه کافی ورزش فعلا فعلاً اونقدر هم محدود نیست برای ما که اه. ما در خانه تمرینات سپری کنیم مثل یک یک سال دو سال پیش که کرونا در, در اول آمده بودک، اما بسیار خوب پیش میره اونا، اما کلاپا تا کلاپا تامینات تا بسیار خوب پیش می‌برن. اینکه وزارت صحت اعلام کرد که کلاپای ورزشی، اماکن ورزشی باید بسته باشه. و شعار می است که باید ورزش بکنین. پس زمان کلپ بس ها بسته باشه ما ورزش نکنیم چی کنیم؟ باید مبارزه بکنیم با مقابل کرونا ویروس؟ والا میتونیم که فضای آزاد اختیار کنیم بسیار خوب میتونیم که پیش ببریم با... انفرادی؟ بله انفرادی یا با یک پارتنر خیلی خوب تا میتونیم که با چهار نفر، با سه نفر، با دو امه. نفر بسیار خوب میتونیم که پیش ببریم ما میتونیم اما... آ آ جایی که ما تمرین میکنیم از ده نفر بالا نیستن ده نفر که هستن ما اونها تمامشون تست میشه بعد از داخل کلاب داخل میشه و امرایشون بسیار خوب تمرینات خود بسیار با, با اساس ما من آگاهی پیدا کردم که میوان تیموری امسال آمادگی خیلی آم و تام داره و خاطر یک مبارزه خیلی سرنوشت میخوایم بیشتر بدانیم بفهمیم که برنامه چی هست از چی قرار است مبارزه چی از حریف کجایی از خارجی داخلی است تشکر سلامت باشی بسیار یک معلومات خوبی را کسب کردی به خاطر از اینکه دوستایم واقعا بسیار زیاد انتظار یم فایت مرا داشتن بله. که بار بار تو آماده گرفتی و بار بار آماده هستی میگی اما فایتت معلوم نیست بعضی محدودتی هایی که بوده یک دامنگیری زیادی از ورشکارای ما هسته کمی کارهای روزمریش هسته که خودم هست که خودم برای خودتان معلوم است که مکدکانه که دارم اونون جمع ندارم و برادرم خود کارهای خود مصروف است ما تک تناسم و حال سپردم برای کس که اونو فکر کنم میوان تیموری هم وجاست کارای مرا پیش مره کارای روزمره مرا دیگه آمادگی بسیار مره مره. خوب دارم بخیر ان شاء شاید بهترین مسابقه هم در در داخل کابل و دا بیترین بهترین یک سازمان خواب بدین ان هستن تحت نظر کدام مربی ها چند مربی بله خب معمولا ورزش مبارزات آزاد میگن مکس ماشال یعنی از چند رشته گرفته شده باید در هر رشته تخصص پیدا بکنی معلومات پیدا بکنی ورزش باید بکنی مربی های خودت در کدام رشته ها هست البته زحمت کشیده بله دقیقاً البته از جهان سپاس تشکر می کنم از تک تکشان استاد ویدلا رسولی وقت در جهت بوکس وقت زحمت سرنزمات میکشه Uh -huh. و ما که فکر میکنم همش نور چشم است به جور uh است -huh. واقعا به حساب یک فایتر واقعا میرسونه که شایدش ما شما بودید ضربه در چند کیلو رسیده نیفون کسی که لاب میگیره میگه که وقت مشت خیلی زرد داره یا چپ و گراد راست و همچنان خلیفه نجیب الله نوری که وقت نور چشم واسه وقت خیلی دوست داره دوست هم داره از نامش پیداست نوری بله و در حساب ام ام مکس مشالارت امی استاد یوسف مومند هست که وقت یک شخص خیلی مهربان است که تامینات خیلی بسیار امروزه پیش میبریم نظم و هم تایم صبح کی است و ایرم تایم تایم دیگر ساعت از ظریف یاد <mobiles <mobiles> مربوط سازمان میشه اما سه فоید аش قаرارداد кیم به یк сال سه فاید م خوшدار ازی بуدم که مр باد چهоر فاید مداдه فته کаسهاи دگام بоز رسدагӣ نمیشه سه فоید قарارداد кم ک اввلین بоر س م از طریق تلویزیون شما اینا ما یاد میکنم ما ان شاء الله در بهترین فایتا به خیر ان شاء الله شاید یعنی مشخص کرده که از کدام کشور برتون میاد در مقابل تو بر ما گفته که شاید هم داخلی یکش است یا دوتاش داخلی است دیگه خارجی است ببینیم اگر خارجی هم در مقابل شما هست شاید دوتاش تاش خارجی باشه یکش، یکشم داخلی باشه برای ما مطر نیست بر ما فایت مطر است برای ما این آن مطرح نیست اگر که برادر من باشه داخل قفس حریف ما هستم ما روش فایت میکنم این برای ما افغانی و خارجی بر مطرح نیست بله. بله. واقعا زمانی که یک ورزشکار به مبارزه اقدام میکنه داخل کچ میشه داخل قفس میشه داخل رنگ میشه با هر گونه حراس و ترس از خود دور میکنه بلک. تا اینکه بتونه یک مبارزه واقعی باشه واقعا یک مبارزه خوب به نمایش بگذاره اینکه که مایون تیموری هم علاقه مندای زیاد داره و همیشه بار بار نقد کردن که مایون تیموری زحمت زیاد میکشه همیشه ببینید در باشگاه های ورزشی هست همیشه ببینید در بارشته های مختلف ورزشی مربیای مختلف اما فایتش مشخص نبود معلوم نیست اما این بار رقم میخوره ست، تغییر میکنه و میوان تیموری یکی از قرمونا ان شاء الله ان شاء الله ام ترجیبی که دارم تجربه خود ان شاء الله ما به خرج میتم ان شاء الله توکل ما به خدا و با رئیس رئیس صاحب سازمان ما یاد کردیم که اگر که ما با تو سی ام سی فایده قرارداد کنیم باز ایتون نشه که مصالح دامنگیری مشه که تو باید تجه شور نخوری باج فایت ما یک سال ما مصالحش که تو فایت کنی باز بری سی فایده <تصفح> ما برشون گفتیم که هر سازمان دیگه پیشنهاد کنه ما فایده هم دیگه میتونم که ما فایده خود را برا کنم بله و بر ما گفتم مشکل نیست در کاتگوری که فعلا و جوانایی که ما داریم مبارزات با آزاد پیش میبرن یا مبارزه کردن در کدام سطح خود میبینید فراتر از همه خود من بله ما راستی خدا یا سبکت مختلف متفاوت است به هر کس اما سبکش اما ما پیش خود خودم یک ویژگی خاص خود دارم مهم. و هر کس پیش خود یک ویژگی خاص خود داره اما تجربه ای که من دارم مثالش از دوران ویشو از دوران کانفوتو ما تجربه خیلی خوب دارم مثالش و یک دفعه که ما در سال 2018 دا که ما یافتم در اس اف ال که ا دکلو اریف ما از مکه کد بالا اون بودک که ما فهمیدیم که باید کدام صد صد باشم کدام صد باید ما فایت کنم برز دیگه تجربه بسیار خوب رکس کردیم ان شاء توکل ما به خدا بسیار خوب برد و باخت ترین مربی خوب که در کنار آدم باشه میتونه که دقیقاً به قله های بلند برسه ام. سپاس از حضور و تشکر در برنامه تشریف اوردی برنامه مهرام پرنگ پر ساختی و کوتا پیام هم خریم داشته باشیم اون کسایی که میشه نقدت کردن تشکر سلامت و بایزت باشین کسایی که وقت نقد کرده با دایم وقت در دا ما یاد کردن که تیموری صاحب چرا فایت نمیکنی برای برهانه ها وعده میتونم بسیار در فرصت انشاءالله در این وقتهای نزدیک در حضور باید شما موضوع پیدا کنید در بغل یا در کچ انشاءالله فایت میکنم بهترین فایت و شما بعد از دیگه دو <applause> بازم بازم خانه خالی که داشتیم مرا ببخشین ان شاء ما در خدمتتون نه خیر هیچ کس خانه خالی نداره هر کی که تلاش بکنه زحمت بکشه او میتونه که برنده باشه. با امید پیروزی تیموری هستیم سپاسگزار از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. سلامت و تشکر. سپاسگزار از شما عزیزی که بینی برنامه ورزش هستین در این هفته. وقفه دارم دوباره برمیگردیم مرا همراه دوباره خوش آمدین برنامه ورزش هست با شما هستم و مرا همراه باشین مهمانان و گرامی هم داریم البته دکتر قیس جسور یکی از قرمان های ورزش مبارزات آزاد که خوشبختانه رو بگویم در ونفسی هم مبارزه کرده و جواد آزاد مربی مویتای و ورزش های مختلف در سیدو با ما هست آقای جسور سلام وقت بخیر خوش آمدین سلام خدمت شما و خدمت بینینده عزیز کسایی که ما را میبینن و همکارای نازنینتان دیگه خوش باشه تشکر آقای آزاد وقت شما هم بخیر میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ان که خوب و خوش و سرحال باشیم فقط مواظب خودتون باشیم که مریض نشد. هستیم. <applause> 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 شما مربی محیط های هستین و هم همچنان ورش های مختلف. من میخواستم بیشتر بدانم که یک مربی میتونه ورش های مختلف یعنی در کنار که شما مربی رشته محیط های هستین و ورش های مختلف از کدام رشته ها بیشتر دسترسی دارید؟ بیشتر <applause> رشته MMA، بوکس، جوجستو برزیلی و رشته های محیط سال قبل کمربند طلایی برای کشور خود ما از تایلند تا مسابقه داشتم گرفتم همین دیگه الان هم در خدمت جناب دکتر صاحب قیس جسور هستیم با هم دیگه تمرین داریم که انشالله آمادگی دارم اشون برای چند روز دیگه مسابقه داره به امید موفقیت بله اما بزرگا گفتن میگم مربی داری مربا بخو شما یک مربی خوب میتونید در کنار قهرمان قیس جسور باشین تا اینکه قیس جسور یک مبارزه خیلی سخت پیش روی داره قیس جسور بین از مبارزه که پیش روی دارین چگونه مبارزه است در کدام وزن از حریف کی هست از کجا هست و مبارزه را چگونه منج کردین که پیش برین مسابقه احمدی صاحب وزن در اصلا کتگوری وزن بنتمویت است ولی یک 400-500 گرام چون از طرف سازمان برای ما وانس واری اضافه داده در 62 کیلو 100 گرام برگزار میشه عریف تاجیکلا اصل روسی است مهم. که فعلا هم در روسیه زندگی میکنه در کلینگراد روسیه مهم. دیگه ده دا ریکارد داره مهم. سه ریکارد بیشتر از من و در دورای قبلی هم در مسابقاتی که در افغانستان و اشتراک کرده بود تانسته بود که عریف خودش شکست بده یکی از بهترین فایترهای افغانستان امران ترخیل البته مسابقه چانس است امران بسیار یک فایتر بسیار خوب است یک ورزشکار بسیار خوب است اما در اون مسابقه چانس ناورد در 23 24 ثانیه نکاوت شد دیگه این مسابقه ما هر کدام ما که برنده شیم مدعی کمربند میشیم فایت بعدی ما سر کمربند است هر امه. کدام ما که بگذاریم از این فاید شما هفت ریکارد دارین یه هشتم میشه اگر ما هفت است از ما اونا ریکاردشان هم بالا هست و بالا. فکر میکنم فضایشان هم و, و... کسی است که تا هنوز هیچ ناکاوتی در کارنامه خود نداره که ناکاوت شده باشه خودش کار طبیعی است کار خوب است برنامه هایی که دارن با وجود که شرایط کرونایی هست ورزشکارا هم شاید از تمریناتی که در گذشته داشتن با کلب هایی که میرفتن کمپ های تمرینی ورزشی متاسفانه در شب روز نیست آیا اتکام میکنین با این تمرینات عادی میتونین که مبارزه خوب داشته باشیم احمدی سبمی ما شما مردم شاید یک آدمایی هستیم که البته دور از مجلس باشه دور از بسیار مردمای ما باشه زیاد کوشش میکنیم که در صحبت های خودان در گپ خود ما دروغ بگن جانم <applause> ما اگر حقیقت بگم برتون ما اون دونم کلاب تمرین میکنم تمرین پهلوانی ما میرم میکنم بوکس ما میکنم در دا داخل کلاپ هم تمرین میکنم بیرون کلاب یعنی دروغم به منفعت میرسن انسانه؟ ولی فکر کنم مردم ما یاست شاید استفاده کنن از دروغ ولی ما می حقیقت مردم ما باید بفهمن ما شخصا خودم نه اونم تمرینی را که داشتیم میکردیم داره اصلا دا در تمرینات ما سکتگی نشده آلیام اونم تمرینات جریان داره اونم تو سخت در کلاب آمادگی بر مسابقات هست روان است اسپارینگ است و زدن زدن است توکل به های پرقدرت هست در کنارتان آقای آزاد مربی خوب قیس جسور چی گونه یافتین خلاهایش چی هست فعلا و چی اومدگی ها چی برنامه هایی که باید قیس جسور خوب مبارزه بکنه مردم افغانستان منتظر است و کسایی که زیاد دوستش داره باید بتونه یکی بهترین فایترای به نظر من چون کسی که در وان چمپیون فایت کرد بهترینه چون مسابقه فکر کنم دومشه تو افغانستان ان ما قول بهت میدونم که راند دوم نریف نکاوت میکنه راند و اول نکات کنیم <متصفح> انشالله آماده ای ماشالله هم دستش خوبه ماشالله هم با هم پاش خوبه هم زمینیش خوبه بهترینه به نظر من و ما امروز هم احمدی صاحب به خاطر که دوستاد آمدم که مردم بیشتر با ایشان آشنایی پیدا کنه که واقعا سر دست پای ما زیاد تاثیرگذار بودن خصوصا سر پای ما زانوایم که سرم کار کرده زحمت بله. زیاد کشیده تلاش زیاد کرده دیگه ما احسان مند شد خوب است آقای جزور شما کسی بودین که یکان ورزشکار بودین در را پیدا کردین اینی را پیدا کردن در ونفسی چی, چی تای مراحل و چی کار برای فعلا <laughs> سازمان اول جهان است و سیومین سازمان در تمام ورزش ها دو دو ورزشی که فعلا در جهان بیشترین بیننده را داره فوتبال است فوتبال یو سی ال بود و دیروز ما خواندم یکی دیگه بود و سوم ون چیمپینشیپ است که یو اف سی در پنجم قرار مهم. گرفته از نگاه شو بیننده و از نگاه فایتا، فایت سرعت های فایت یعنی را پیدا کردن شما در اونجا آه. چقدر برا خودت برا برا خود برای خودت معصر برای بگرن ورزشی دو برای فیلی برای افغانستان بسیار یک داستاوات دا کلان بزرگ بوده. ولی حمایت نشدیم از طرف ما هستم از طرف هیچ کس هیچگاه هیچ وقت حمایت نشده کوشش کنیم هم. قهرمانایی که ما داریم در جامعه ورزشی بیشتر برایش توجه بکنیم ما یک بار دیگه هم شاید بودیم که قیس جسور یکی از ورزشکارای نخبه اندوستان مبارزه کرد بعد از او هم به این گونه پیش رفت اما ما هیچ گاه ندیدیم که قیس جسور کس حمایت کرده باشه خب به با امید پیروزی قیس جسور هستیم قیس بعدیت برای علاقمندا هم چی است که در برابر حریف بر روسی قرار میگیره و ما از در داریفای شاید سختتر شکست داده باشم مهم. ولی دو سال و دو ماه میشه که ما مسابقه نکدم نظر به مشکلات مهم. کرونا یک سال شد بله. قبل از اون گفتم من ماهد نشدم سه چهار مسابقه ما کنسل شد به خاطر ویزا به دست ناوردم هیچ کسی هم میره پروایش نداشت و هیچ یک کاری نکردن که بتونن ویزای ما اگه گرفته بوده اصل موضوع اصلی و اساسی که به خود توجه نمیشه ما شما یک قرمان خیلی خوبی بودین با اخلاق افغانستان با کرستر شما اصلا تک کشور است که حالا ما کلاگی میگم ما گفتم در تلویزیون گفتم شما میگید زیاد منفی گرایی میکنید منفی گرایی نمیکنم حقیقت است در سازمان یک ما شما وزیر خود منفی گرا هستین در ورزش منفی گرایی یاد داشتم یعنی گپوی منفی مثلا نمیخویم مثلا گپ منفی بزنم ولی مجبور بسازن اگر قطع میگین شما مسابقه ما کانسل نمیشد ما بیشتر حال شش مسابقه یا هفت مسابقه دو میکردم شاید بسیار پیشام میرفتم به هر صورت توقع زیاد هم نداریم از دزی، از دزی حکومت از دزی دولت مردا چون اول تعصبات بندازه بالا رفته که هر کسی یا باید پول داشته باشه یا خوب واسطه داشته باشه قومت برد باید بکنه ام. اگر یک قوم کوچک و نام ناشناس نا، یا ضعیف یا یعنی شما قوم کوچک است شاید دیگه بر صورت ما, اگر... ما به نظر خودم باز ما یک افغانی میگیرم که به تمام مردم وابسته هستم با امید پیروزی تاسف م... و وعده میتم که مسابقه ما با ای که گفتم دو سال دو ماه میشه ما مسابقه نکردیم اما مسابقه بسیار خوب و بسیار مسابقه جدی و مطمئن باشین که اه. <تصفيق> <تصفيق> تا اندازه چکاندن خونی ما پیروزی تاسیم سپاسگزار هستم از آقای جواد آزاد مربی موی و ورزش های مختلف و همچنان دکتر قیس جسور بعدش هم شما شنیدین که آمادگی برای این قهرمانی داره سپاسگزار موفق باشین سلامت باشین وقفه داریم دوباره برمیگردیم برنامه ورزش باز هم مرا همراه باشید دوباره خوش آمدین برنامه ورزش و باز هم با شما هستیم و در این شب روز بس بس مسابقات 2020 یا مسابقات 2020 توکیو ژاپن که ورزش یا رشته تکواندو هست خوشبختانه بگویم یکی از های ورزش تکواندو محمود ایدری را با خود داریم که بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با بازی‌های 2020 سلام وقت بخیر خوش آمدین سلام جمشه جان سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیزتان در خدمتان است سلامت باشین در این شب روز در صفحات اجتماعی دنیای مجازی همه نقد برسی ها در رابطه به فدراسیون تکندو هست بیاین در رابطه به تکندو و بازی های المپیک بیس بیست اشاره داشته باشیم بسیار تشکر بازی های المپیک 2020 که قرار بود در ژاپن توکیو ژاپن برگزار شود نسبت به شیوع کرونا به 2021 منتقل شد اما عنوان 2020 ش باقی مانده دلی. و این مسابقات یا بازی ها هر چهار سال یک بار برگزار میشه اکثریت المپیک کشورهای دنیا و فدراسیون های المپیکی برای مسابقات برای 4 سال تداوی رو برنامه‌ریزی میکنن که افغانستان هم جز خانواده المپیک است فدراسیون هایش اولمپیکی داره و اولمپیک افغانستان همچنان که افغانستان در این مسابقات پنج شرکت کننده و اساس کارت دعوت داره نه به اساس کسب سهمیه و درخشششان در مسابقات کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو ژاپن فاجعه دیگر تکنو در راست یک فاجعه را ما سپری کردیم باز هم فاجعه چند روز پیش ما یک پرس کنفرانس داشتیم در ارتباط به ای که در تکواندو افغانستان رخ داد که همه شما رسانه ها در جریان هستیم فاجعه کرونا شدن تیم ملی تکواندو افغانستان در حدود 75 فیصدشان برای مسابقات کسب سهمیه المپیک در اردن یک فاجعه مدیریتی و ضعف مدیریتی بود که اما تاسفانه اتفاق افتاد و تکواندو افغانستان از کسب سهمیه المپیک باز ماندن که نسبت همی به فدراسیون تکواندو افغانستان و عدم نظارت جدی کمیته ملی المپیک بر تیم های المپیکیش که اینا سرمایه گذاری میکنن پول میتن امکانات میتن شرایط مساعد میکنن هم از داخل هم از طریق IOC المپیک بین المللی نتانستن که تیم های شرکت کننده خود نظارت جدی بر تمریناتشان بر داشتن تدابیر اه، کرونایی آه. یا مسائل بهداشتی یا مرد بکنن در اینجا المپیک هم غفلت کرده و غفلت دومی که فدراسیون تکواندو افغانستان نتونسته این شرایط در نظر بگیره یعنی چی گونه باید ای شرایط اینا در نظر می شما اینا خب برات میگیرن که ما همه هم امکانات فراهم کرده بودیم بلی. ترتیبات ما خوب بود اما متاسفانه یک برگی برشکارهای ما و کرونا مست اینا و خاطر از اینکه فرار از مسئولیت بکنن یا بپوشانن غفلت های وظیفه خود یا ضعف مدیریتی خود بیان کردن که ما تمام تدابیر لازم بهداشتی و پروتکل های بهداشتی را در جریان تمرین و قرنطینه خود رعایت کردیم اه. و ما متاسفانه که خواست خدا بود ما را کرونا بگیره بر از ما چیزی گفتنی نداریم اما کرونا کرونا را بسیاری از کشورها مهار کردن با مدیریت خود ما بر, بر, مردم تصاویری را که اینا با مسئولین کمیته ملی المپیک و با خودشان در یک روز قبل از سفر داشتن تصاویری که نه فاصله داشتن بله. نه دستکش داشتن نه ماسک داشتن قول و بغل کشی کردن را به تمام مردم نشان دادیم و رسانا می تصاویر گرفتن و حرف از اینا که ما تدابیر جدی بهداشتی را گرفتیم کاملا شکسته شد و رد شد اینا در بدبستان با یکی دیگه قرار دارن و از یکی دیگر حمایت میکنن از کمی و کاسی های دیگه از المپیک المپیک از فدراسیون ها به این شکل گذاره میکنن و بنیاد ورزش افغانستان دو چهار صدمه رساندن که ما میبینیم در طول چهار سال اینا متاسفانه چون بی دارن نتونسن کسب سهمیه بکنن و به اساس کارت دعوت اینا خوش هستند این کارت دعوت بازم یک اک... بله داره یا فاجعه دو میره که من گفتم امکان داره در راه باشد از لحاظ فن ورزش و علم ورزشی است که فدراسیون تکواندو با تبانی با کمیته ملی المپیک درخواست کارت دعوت به تکواندو را کردن و موفق هم شدن که کارت دعوت داشته باشن و این کارت دعوت یک دانه برای تکواندو در وزن مثبت 80 کیلو آمده اما تکواندو افغانستان فدراسیون تکواندو وزن 68 کیلوگرم را برای وزن چهار المپیک کاندید دادن یعنی این میتونه در مقابل وزن 80 کیلو مبارزه کنه همین بازیکنی را که ما کاندید دادیم در کسب سهمیه در وزن دوم که 68 کیلوگرم بود ما برای کسب سهمیه فرستادیم که متاسفانه کرونا شدن تیم این نتوان شرکت بکنه بره. اما حالا که کارت آمده در وزن چهار است ایره کاندید دادن ببینید تقریبا 12 تا 15 کیلو باید وزن اضافه بکنه در طول یک و دو ماهی که با المپیک مانده و در اون وزن کسای شرکت میکنند که از 100 کیلو و 110 کیلو در این وزن هستند و این میدان میدان خرد کوچک بازی هم نیست مهم. میدان بزرگی است که تو ورزشکارا بالاشون 4 سال سرمایه گذاری شده و بسیار خطر جدی را متوجه صحت ورزشکار برزشکار. و قهرمان ما میسازه در قدم نخست ما به شایستگی ورزشکار ما باور دارم اما در وزن خودش و اما که این ای ای غفلت فنی میشه ما میتونه خطر متوجه صحت سلامتیش بسازه مسئولیت فدراسیون تکواندو مسئولیت کمیته فنی یا المپیک افغانستان است اما از طرف دیگه عزت افغانستان در خطر میشه که خدای ناخواسته اتفاق نفته که ما سر زبان ها در رسان های دنیا شدیم و آخا تریف میتونه فاجعه باشه پیش بینی ما از لحاظ پرنسیپ های ورزشی همی است که حتی یک ورزشکار با 100 که بالاتر با یک ورزشکار دیگر رقابت آه. کردنش مشکل است یعنی این فاجعه فاجعه خطرناک تر است بله. خب ما شما محمود شاهد بودیم که یکونه فدراسیونی که تکواندو بوده دستاوردها در مسابقات المپیکی داشته که 2008 2012 2016 و متاسفانه 5 سال زحمات کلش هدر رفت و ما اصلا نتونستیم وضعیت بگیریم بله. و نشست کنفرانس که شما داشتین چی تعداد از قهرمان ها اونجا حضور داشت و آیا صدا شنیده شد آیا جایی را گرفت یا خیر ما... جان شما در جریان مبارزات ما و سایر دوست ها که ما تقریبا نیم تا سه سال است که روی فدراسیون تکواندو عیت رهبری که به تکواندو آمدن ملاحظات خدا و انتقادات خدا داریم ای که کمتر شنیده میشه از طرف فدراسیون کمتر شنیده میشه از طرف اداره ورزش تربیت بدنی المپیک نتیجهش امی فاجعه هایی است که رخ میده و نداشتن دستاوردهای درخشان در تکواندو افغانستان تکواندو افغانستان با به برنامگی خود با کوچکبینی خود از سر زبان ها هنوز هم و... شما محکوم میکنین به برنامگی و ناتوانی و بی‌مدیریتی شد دقیقا اینا مدیریت می داشتن ما در تکواندو ما در المپیک 2008 المپیک 2012 لندن و 2016 برزیل ما شرکت کننده بودیم <تصفح> در برزیل نه در دو المپیک دیگه ما دخلی. دانستیم که به اساس کسب سهمیه و شایستگی و لیاقت خود شرکت بکنیم و مدال هم بگیریم از این میدان بزرگ بله. و همچنان در میدان های جهانی ما مدالس بودیم چرا ما در طول چهار سال ما نتانستیم سهمیه بکنیم چرا ما نتانستیم از جهان مدال بگیریم در چهار سال که اینا رهبری اتفتراسو نگرفتن چرا ما نتانستیم که در قهرمانی جهان اون طلا تلار داشته باشیم اینا دستاورد ندارن به دلیل اینکه که بین هستن ملی بین و سرتاسری نمی بینن و ما بیان خودم میکنیم مردم میبینن و حالا کنفرانسی که داره شده بود مجموعه از قهرمان ها جمع شده بودن و ما متوجه ساختیم اولمپیک افغانستان و تربیت بدنی افغانستان و دیگه تکواندو افغانستان و رهبریش نه برکه نماینده ولایت متوجه دقیقا. ساختیم که که باشه محمود عیدری چی کار باید شود که تکواندو از این بومباز از این بحران بیرون شود؟ میخوایم کوتا یگانه کاری که باشه نماینده ولایت که مجمع عمومی هستند ما خواهش میکنم که مسئولیت پذیر شوند در قبال تکواندو افغانستان در قبال هم تکواندو کاری که در ولایتشان تکواندو میکنن و خودشان زحمت سالها کشیدن مسئولیت احساس بکنن امی مدیریت ضعیف فدراسیون امی کوچک بینی فدراسیون تکواندو را خاتمه بخشن یک تصمیم جدی به خاطر از اینکه اینا رو زیر فشار خود بگیرن مسئولیت پذیر بسازن تصمیم بگیرن جمع شوند من نمیگم که مسئله انتخابات و گپای دیگه باشه اما اینا مرجع تصمیم گیری هستن این فدراسیون بعد پاسخگو در قبال تمام کمی و کاسی هایشان برای مجموعه اومدی باشه و مجموعه با. از این های خود استفاده بکنه سپاسگزار است مرزوزورتان در ورزش صحبت هایی که شما ارائه نه باشین تشکر سپاس از شما ایزایی که بینده برنامه ورزش بودین صحبت های محمود عیدری یکی از قرمان های ورزش تکواندو واقعا نارد کننده فاجعه که در راه بود گفتن یاد کردن و تا هفته دیگر که باز هم جمشید احمدی در خدمت حاضر میشم همه شما را به علای منان میسپرم بقیه برنامه های تلویزیون جهانی آرینا را هم فراموش نکنین خداوند یار و مددگارتان